نیاز به نور بیشتر داریم. او برو به من باشه. رینگ لایتو به اون برگذاشتم. بذار یکم پودر بزنم به خاطر اینکه احساس میکنم که the difference. آه این پودری هم که دارم استفاده میکنم مال میبلینه، شماره 10شه. سلام بچه ها، خوش اومدید. من الان اصلا نمیبینم که، یعنی دیدم رفتم چک کردم ولی یادم نمیاد که الان شما دارید داخل بک‌گراند چی میبینید. ولی اگه دارید قسمت نامرتب اتاقمو میبینید، از همین الان ازتون عذرخواهی میکنم. نمیتونم بیشتر از این نمیتونم مرتب کنم. بعدم این که یه چیز دیگه هم که میخواستم بگم یادم رفت. آها، اگر که میبینید که من یه کوچولو مثلا عصبیم، انرژی ندارم و این داستانا، به خاطر اینکه فکر کنم ساعت تقریبا 10 و خورده شبه و بسیار بسیار خستمه. به خاطر همینه که یه کوچولو ASMR شد که I'm crazy. به خاطر همین داشتم اینو میگفتم که به خاطر همینه که یه کوچولو عجیب غریبم. خب ولی حالا مهم نیست. اول اینکه بیاد ازتون عذرخواهی کنم که من چند هفته است نیستم. ببینید واقعا من اصلا دیگه حتما نمیخوام بهانه مهانه بیارم. خدایی میگم، خدایی. درسا و دانشگاه خیلی زیاد شده، یعنی درسا خیلی زیاد شده و دانشگاه خیلی اذیت میکنه و ما کلی پروژه داریم. اینو من فکر کنم بارها گفتم ولی یک بار دیگه هم میگم. امسال اتفاقی که افتاد این بود که من اومدم چیکار کردم، مجبور شدم که بیام درسای ترم آخر رو بردارم. من هنوز ترم آخر نیستم، من ترم 6م. آره 22 سالم و ترم 6م. چرا؟ چون چیز کردم، تغییر رشته دادم. یعنی من اول ریاضی چیز بودم، نمیتونم حرف بزنم، اولش ریاضی بودم، بعد تغییر رشته دادم، بعد از دو ترم اومدم مدیریت بازرگانی. به خاطر همین الان دو ترم عقبم. یعنی در اصل من بعد سه یا چهار ترم اومدم مدیریت بازرگانی، ولی خب مثلا اون دو ترم رو جبران کردم و الان فقط دو ترم عقبم. حالا اتفاقی که پیش اومده اینه که من این ترم به خاطر اینکه خیلی تداخل داشت مثلا درسام اینا، مجبور شدم چیکار کنم، بیام درس ترم 8 رو بردارم. و مشکلی هم که مثلا درسای ترم 8 و مثلا ترم آخر بیشتر دارن اینه که مثلا کاراشون عملیه. خب یعنی مثلا میگه که برو مثلا چه میدونم بیزنس پلان بنویس، برو مثلا نمیدونم تحلیل پست بنویس، نمیدونم تحلیل کوفت بنویس، تحلیل زهر مار بنویس، خب یا مثلا ارائه بده. خب این چیزا این شکلی. خب به خاطر همین یه کوچولو خیلی مثلا نسبت ترمای دیگه، مثلا ترمای دیگه اینجوری بود که اوکی من در طول سر کلاسمو میرفتم و ویدیوام و اینا رو میگرفتم، ولی مثلا دیگه آخر ترم میشستم درسامو میخوندم. این ترم مثلا اینجوری نیست، این ترم اینجوری که مثلا من هر هفته انگار امتحان دارم، چون هر هفته باید پروژه مثلا تحویل بدم. به خاطر همین که واقعا به یوتیوب نمیرسم. بعد دیگه به خودم گفتم که ببین تو الان میخوای دوباره یه دونه ویدیو بذاری بعد ولش کنی، بعد دوباره سه هفته بعد یه دونه دیگه بذاری، به خاطر همین فعلا ولش کن، فعلا هیچی نذار، علی که اذیتشون نکنه. و کلا هم پلنم این بود که دیگه کلا یوتیوب رو واقعا ول کنم تا تابستون که دیگه سرم خلوت بشه و دیگه امتحان این داستان نداشته باشم، که مثلا تابستون سال پیش بتونم واقعا هی هر هفته 3-4 تا ویدیو بذارم. ولی دلم نیومد. اگه هم که منو داخل اینستا فالو نمی‌کنید بیاید اونجا، چون من اونجا بیشتر فعالیت دارم، چون اونجا بیشتر سعی می‌کنم که حالا فعالیت اینا داشته باشم. اونجا رو فالو کنید، اسمشم همین مریگلمزه. من یادم مثلا تازه که داشتم یاد می‌گرفتم آرایش رو انجام بدم، خب چون من از یوتیوب واقعا یاد گرفتم چجوری آرایش کنم. بعد یادم میاد هر چند وقت بار یکی از این یوتیوبرا مثلا غیب میشد، بعد میومد میگفتش که آره مثلا من نیاز به بریک داشتم فلان. به خودم میگفتم که وای چقدر لوس، مگه مثلا کاری نیست خجالت بکش، مثلا اگه نمیتونی هندل کنی چرا مثلا اومدی وارد این کار شدی. خب به خاطر همین واقعا به خودم اما اجازه قور اسمم که دارم خیلی دیپ میشم توی این قضیه، ولی میخوام بگم مثلا به خودم اجازه قور زدنم نمیدم، یعنی چون واقعا چیزی که خودم انتخاب کردم. ولی آره دیگه یه کوچولو ناراحتم، خودم خیلی عذاب وجدان دارم که واقعا اینجا انقدر کم دارم ویدیو میذارم. خب حالا که این حرفای اینجوری رو زدیم، حرف احساسی و این چرت و پرتا رو زدیم، بریم سراغ این که ببینیم توی ویدیو میخوایم چیکار کنیم. آقا ببینید، ما امروز چند شنبه است؟ امروز امروز شنبه. خب امروز شنبه چندومه؟ 12 یا امروز دهم. امروز 10 اردیبهشت شنبه، ساعتی 22 و تقریبا 30 دقیقه من اینجا در خدمت شما هستم. خب ما دوشنبه صبح ساعت چه دارم تکون میخوام، ما دوشنبه صبح ساعت 11 و نیم بلیت داریم برای تهران. We're going to Tehran honey. من آخرین باری که فکر کنم رفتم تهران خیلی بچه بودم دیگه، مثلا فکر کنم 10-11 سالم بود، نمیدونم حتی درست یادم نمیاد، ولی خب بچه بودم، خیلی وقته که نرفتم. بعد خیلی هم دلم میخواست که برم و اینا، چون اونجا خیلی دوست و رفیق دارم، به خاطر حالا همین شغل بلاگری و اینا
بیشتر بلاگرها اونجا و خب همشون دوستای منن. بعد حالا ما میخوایم چیکار کنیم؟ من میگم امروز چیزه، بعد فردا هم داریم دیگه، پس فردا صبح ما باید بریم فرودگاه. من گفتم که بیام چیکار کنم؟ از حالا این آمادگی سفر و اینکه مثلا هی میخوای چیز میز جمع کنی و چمدون ببندی و نمیدونم خرید کوچیک پیش میاد و نمیدونم هی هول و بلا و نمیدونم فرودگاه چی بپوشم و این داستانا رو، بیام براتون ویدیو بگیرم، چون که مثلا من خودم خیلی از این ویدیو خوشم میاد، حس خوب میده. ولاگ سفر نیست واقعا، اگه راستش بخواید هنوز تصمیم نگرفتم که میخوام ولاگ سفر رو بذارم یا نه، اصلا بگیرم یا نه، ولی خب میدونستم که میخوام ولاگ مثلا حالا این آماده شدن و مثلا حالا چمدون بستن و اینا رو حتما بگیرم. بعدش دیگه هم کسی نیست که ما فردا صبح ان شاء الله با چند تا دوستام که حالا فکر کنم یکی دو تاشون هم میان سفر، چون یکیشون هنوز خبر نداره که میاد فردا یا نه، ولی خب ما کلا با دو نفر میخوایم. البته اونجا حالا اون دیگه میبینید که توضیح میدم فردا اینا رو. خلاصه که ما فردا با چند تا دوستام میخوایم بریم خرید، یه سری خریدونا داریم. البته این خریدا رو من خیلی وقته که میخوام انجام بدم، ولی گفتم که حالا چون دم سفره بریم اینا رو من بگیریم که دیگه حالا دیگه مثلا چیز هست. مثل چی؟ مثل انگشتر. آقا مثلا من عاشق انگشترم، خب خیلی انگشتر دوست دارم و انقدر انگشترای خوشگل داشتم که نگو، یعنی انقدر اینا خاص و باحال بودن و از مال مثلا بچگی مامانم بودن و از مامانم کش رفته بودم. ولی اتفاقی که افتاد این بود که یه روز رفته بودم خارزمی، اگه شیرازی هستید میدونی خارزمی کجاست، ولی یک کتابخونه است توی مال دانشگاه شیرازه، رفته بودم خارزمی. خب بعد دیگه انگشترم گم شد، یعنی نمیدونم کجا گذاشتمشون. به خاطر همین دیگه الان چند ساله که اصلا انگشتر ندارم و اصلا من چون همیشه خریدام آنلاین انجام میدم، نه کجا مثلا باید برم انگشتر بخرم، انگشترم اینجوری که من باید حتما تو دستم ببینم، نمیتونم همینجوری شرطی چپکی برم بردارم یه چیزی بخرم. اوکی همچین آدمی اصلا نیستم، باید حتما توی دستم ببینمش، تو انگشتم بکنمش و مطمئن بشم که مثلا خوبه و به دستم میاد و همه این داستانا دیگه. اونو میخوایم بخریم، چند تا چیز مثلا کوچیک دیگه میخوایم بخریم دیگه، احتمالاً به خودم میبرمتون. خیلی زیادم صحبت کردم، ولی آره دیگه این ویدیو قرار این باشه. تا اینجا نشستیم، خب یه چیز دیگه هم بهتون بگم. ببینید من وقتی که بچه تر بودم، نمیدونم یه سال قرار بود بیام شیراز، چون ما کیش زندگی میکردیم، نمیدونم که میخواستم بیام شیراز تنهایی یا میخواستم از شیراز برم کیش. خلاصه یه مسافرتی بود که باید تنهایی میرفتم و مامانم یه کاری که کرد، گفتش که بیا توی لیستی بنویس از همه چیزی که میخوای ببری. خب بعد اونجا موقعی که میخوای چیزاتو جمع کنی اینا رو میذاری که حالا مطمئن بشی مثلا چیزی جا نذاشتی اونا، به خاطر این یعنی برای من لیست نوش. خب ولی آقا این دفعه چون من بعد از اون دیگه هیچ لیستی ننوشتم، هر دفعه هم که خودم تنهایی رفتم مسافرت، بالاخره چیزامو جمع کردم و آوردم و حالا میگم که مثلا مسافرت تنهایی رفتم کیش دیگه، خب کیشم بابام هست، مثلا هر چیزی که جا میذاشتم، خیلی هم چیز جا میذارم ها، ولی مثلا دیگه بابام من خدا به خودش میاره. خب حالا اینو میخواستم بهت بگم که من دیگه ولی بعد از اون دیگه هیچ لیست این شکلی واقعا ننوشتم. حالا این دفعه که ما میخوایم بریم سفر، دو نفر قراره با من بیان، یکی شبنمه که دوست صمیمیمه، یکی هم روجانه که احتمالاً فردا یا پس فردا میبینینش، اونم بیوتی بلاگر میکاپ آرتیست و همه این داستانا، خیلی دختر باحالیه. ولی حالا مهم نیست، اینا آقا به ما گیر دادن که بشین لیست بنویس. خب به من نشستم مثل این بچه دبستانی ها مجبور کردن که بشینم لیست بنویسم، به کی برم بگم؟ من واقعا این کارو زشته، یعنی شما مثلا یعنی حافظتون انقدر ضعیفه؟ خب آره اوکی من چیز جا میذارم، ولی آیا مثلا مینویسم که چیا میخوام با خودم ببرم؟ نه. آیا بهتره که بنویسم که چیا میخوام با خودم ببرم؟ آره. ولی آیا انجامش میدم؟ نه، چون واقعا خیلی کار لوسیه، خوشم نمیاد از این کار. خلاصه که همین دیگه، خیلی دیگه زیاد طولانی، یعنی اینترو بسیار بسیار طولانی شد، واقعا عذرخواهی میکنم، ولی آره دیگه تو این ویدیو میخوایم این کار رو انجام بدیم. فقط میخواستم همین رو بگم. حالا من میرم آرایشمو پاک میکنم، بذارید با همگی مجامو در بیاریم. اوه بعد از در آوردن سوتیان، واقعا در آوردن موژه بهترین حسه. آره؟ آره واقعا. دلتون میخواد یه ویدیو براتون درست کنم از استایل کردن موی فر؟ چون یه دونه برای اینستا درست کردم، اگه اونو ندیدید برید ببینید، لینکشو توی دیسکریپشن میذارم. ولی نه میخواد بگید اینجا هم درست کنم. الان این روز پنجمه این موهامه، دیگه نابوده، دیگه واقعا نابوده. تنها جوری که میتونم ببندمش اینه که اینو اینجاشو بدم بالا که یکم آخ سرم درد میگیره. فردا میرم حموم.
خب بچه ها همین الان فهمیدم که یکی از گوشواره هم گم شده. It doesn't matter. خب بریم براشامونو بشوریم. 3 hours later. خب بچه ها صبح بخیر. امروز یک شنبه است. رضا سر کلاسه به خاطر همین صدای استاد داره میاد. ساعت فکر کنم 8 صبح. من گسد ببخشید که دره این یارون بازه. واقعا عذرخواهی میکنم. چقدر اتاق مرتبی. ولی من ساعت 7:30 که بیدار شدم. مثلا دیشب خوب نخوابیدم. خب این سه چهار شب که اصلا خوب نمیخوابم. ولی اوکی مهم نیست. مامانم رفته خرید. گفتم که ها تا موقعی که مامانم بیاد و اینا یه کوچولو وسایل و اینا رو جمع کنم. به خاطر اینکه اصلا که اومدم باید زود برم حموم بچینم. حالا یه چیزایی که خیالم راحت بشه مثلا یه چیزا رو جمع کنم. من همیشه با خودم یه بگ این شکلی میبرم، مثلا توش نوار بهداشتی و این چیزا رو میذارم. الان ندارم نوار بهداشتی، ولی دیگه حالا باید برم بگیرم که تو اینم بذارم ببرم کمتر از جا میگیره. الان 20 دقیقه است که نشستم، هنوز دوستام نیومدن. بله. 3 hours later. بچه ها من یادم رفت که دیگه براتون ولاگ بگیرم. ما خرید کردیم خیلی زیاد، حالا بهتون نشون میدم. ولی خیلی دو تا شلوار خریدم، تاپ خریدم، انگشتر خریدم و این داستان. بچه ها ما رفتیم ناهارم خوردیم و من بازم یادم رفت شما ولاگ بگیرم چون خیلی گوشم بود. این چیه؟ از غذامون گرفتم ولی از دیگه چیزای دیگه همون نگرفتم. اویویو خودو تو نمیخوای تو ولاگ باشی؟ حالت زیادی نه من خیلی با این ستابه این پرنسس میمونم لکه خوش گلم. وقتی به شبنم میگی شبنم فلان چیزو خیلی آروم نگاه کن. خب بچه ها این وضعیت اتاق منه. هنوز هیچی جمع نکردم، براشا هنوز په و این شکلیه. اول از همه باید اینجاها رو جمع کنم، نمیتونم چون اگه مرتب نباشه ها نمیتونم درست تصمیم بگیرم، نمیتونم درست کار کنم. به خاطر همین اولی کوچولو اینجا رو مرتب میکنم، بعد دیگه چمدون و اینا میارم. خب بچه ها چمدون تموم شد، فقط یه کفشم توش جا نشد. دیگه نمیدونم حالا باید چیکار کنم. ببینم شاید نمیخوان چیکار کنن. ببینم اگه اونا خواستن بگی چیز دستشو بگیرم اون میذارم تو اون. خب بچه ها ما اینقدر که اصاب استرس داشتم که بهم گیر بدن. بچه ها عکس شدم. خب اینقدر که اصاب استرس داشتم که بهم گیر بدن دیگه ولاگ و اینا نگرفتم. ولی چمدونامو جمع کردم. بعد آها یه چیزی که بهتون بگم اینه که چند تا چیز توی چمدون قبلی جا نشد. دیگه حالا منتظریم. من اگه روبال نشستم میمیرم از ترس. نمیشینی روبال؟ چرا بشینی روبال؟ گفت چی؟ یه صندلی واسه روژان خالی میزن. کنار ما کنار ما بچه ها کارهای چیز خود را به شکوفه بسپار. برای کارهای کامپیوتر، آره، اینترنت، برنامه‌نویسی.
تاکید دین مبین اسلام مبنی بر حفظ ارزش های بچه ها خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا آخر نگاه کردین. من متاسفانه دیگه از اینجا به بعد ولاگ نگرفتم، ولی فقط بدونین که تو تهران خیلی بهمون خوش گذشت. خیلی خیلی عاشق تهران شدم. امیدوارم وقتی درسم تموم شد بتونم برم اونجا زندگی کنم. همین. بازم ممنونم. تو ویدیوهای بعدی میبینمتون. خدافظ.